سلام دوستای مهربونم، خوش اومدید به کانال شیرین در از عسل. امروزم یه روز دیگه از روزای تعطیلی کریسمس و هوا هم خیلی سرد و بارونیه، ولی خوشبختانه تو خونه ما من با بچه ها خیلی سرگرم هستم و حسابی خوش میگذرونیم. جای همه تون خالی. خب همونطور که میبینید میخوام ماهی درست کنم، اونم به ساده ترین روش ولی خوشمزه. پس با من همراه باشید. ماهی دوست داری؟ خیلی گوشت شده؟ باشه، الان آماده میشه پندم دیگه. کتاب بخونی؟ آفره. بخون که بعد از اون میخوایم پپا کاکو درست کنیم، کتابت هم خونده باشی. این هم ماهیه تو فیلی برگردیم آماده اینم صدا بده کاش بیاده بده چند صاحب کنی صدا بده آجو چند پاکست یاده
خب من الان میخوام با خمیر آماده شیرینی پاپیونی درست کنم. خیلی شیرینی راحتیه. فقط میبری و میپیچونی، بعد میچینی تو سینی فر، بعد داخل فر داغ میذاری به مدت 5 دقیقه تا 10 دقیقه، بعد آماده میشه. فقط اینکه این خمیر چون شیرینی نداره، باید بعد از پخت روش پودر قند یا شکلات بریزین. ولی من شکر و یه کمی آب و یه کمی وانیل رو با هم قاطی کردم و جوشوندم، یه شربت درست کردم. بعد از اینکه شیرینیام آماده شد، داغ داغ روی شیرینیا مالیدم و خیلی اینجوری خوشمزه میشه و بچه هم خیلی دوست دارم. آره میخوام الان پیپا کاکو درست کنم، ولی بذار این شیرینی هایی که من درست کردم تو فر آماده بشن اول. داره پوف میکنه، دیدی؟ بخوری اینه، سریع آماده شد، من همین الان گذاشتم سریع پوف. حالا بعد از پختن شیرینی پاپیونی، نوبت درست کردن پپاکاکو، شیرینی مخصوص سوئدی هاست که تو روزای کریسمس درست میکنن. پپاکاکو همون شیرینی زنجبیلی هستش، فکر میکنم بیسکویت زنجبیلی، زنجفیل یا زنجبیل من نمیدونم. انقدر بوی خوبی میده که الان تمام خونه ما بوی پپاکاکو گرفته. یکی از معلمای سوئدی من میگفت در قدیم سوئدی ها میگفتن که این شیرینی یه جور دارو هستش، در واقع اونم به خاطر استفاده از ادویه هایی که توش به کار رفته، مثل زنجفیل، میخک، دارچین. سامیار سامینام که خیلی درست کردن شیرینی رو دوست دارن. توی این یکی دو هفته، این دومین باری که ما داریم شیرینی رو درست میکنیم و بچه ها همچنان از درست کردنش لذت میبرن. خلاصه جای همه تون خالی. پیده عشنگ خوندی؟ باکا باکا بخون. Baka baka litin kaka tulla rulla litin mulla hausla inga litin krimla khussina danni ongan.
دیگه بچه ها ساعت 7 شامشون رو هم خوردن، الان دیگه منتظر باباشون هستن. یک کمی هم با هم رقصیدیم و شلوغ بازی در آوردیم که یک کوچولوش هم شما دیدید. امیدوارم که هر کجا هستید تنتون سالم باشه و دلتون خوش. اگه از دیدن این ویدیو لذت بردید لایک کنید، اگه نظری هم دارین برام تو قسمت کامنت حتما بنویسید، کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی خبردار بشید. خدا نگهدار.